سلام و درود بر همه همیهنان عزیز و گرامی. فضایل عزیزان هستم، همونطور که مطلع هستید بسیاری از دوستان میدونن این برنامه هر هفته دوشنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق امریکا به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. امروز دوشنبه 13 فوریه 2012 برابر با 24 بهمن 1390 می باشم. امروز چند موضوع یادداشت کردم که میخوام در موردش صحبت کنم. موضوع بسیار مهمی که الان مطرح، مسئله سازمان مجاهدین خلق و اینکه این سازمان بنابر نوشته و گفته شبکه معتبر NBC متهم شده که با سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد همکاری کرده در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران. و در واقع خبری که NBC نیوز داد، من دو ماه پیش به نقل از روزنامه‌نگار آمریکایی ریچارد سیلورستن این مطلب رو منتشر کرده بودم، گفتگوی میزبانیشون ترتیب داده بودم و در وبسایت هم نیز منتشر کردم. خب در اون موقع خب بسیاری نمیتونستن باور کنن که سازمان مجاهدین خلق نقش داشته در ترور دانشمندان هسته‌ای، ولی الان دیگه مقامات رسمی امریکا این خبر رو اعلام کردن و جالبه به محض اعلام خبر سایت سازمان مجاهدین خلق مجاهدین.org چندین شبانه روزه که مرتب این خبر فوری رو تکذیب میکنه و معتقده که این خبر به نقل از آیت الله BBC این اینه اصطلاحی که خودشون به کار بردن استفاده شده و گفتن که هیچ یک از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اسرائیل هرگز نبوده و تحت آموزش اسرائیلی ها قرار نگرفته. این خبر به اعتقاد من ناقوس مرج و برای سازمان پر افتخار مجاهدین خلق نبود. سازمانی که همه اعضاش با لفظ پر افتخار ازش یاد میبرن. در واقع همه این پول هایی که
میدادن به سناتورهای مختلف، دعوت میکردن این سناتورها را، رئیس سابق FBI، رئیس سابق CIA، همه اینها پول خون دریافت میکردن از آقای رزنی، از آقای سازمان مجاهدین خلق، پولی که بابت ترور دانشمندان هسته‌ای از اسرائیل گرفته بودن. این پولها را در قالب کمک‌های مردمی ادعا می‌کنند که این کمک‌ها، این پولهایی که خرج می‌کنند، کمک‌های مردمیه و برخی از این منابع نیز از طریق اعضاشون تامین میشه. این ادعاییه که سازمان مجاهدین خلق می‌کرد. این کنفرانس هایی که در فرانسه صدها هزار نفر رو گرده هم رو می آوردن، از لهستان و کشورهای دیگه می آوردن تو فرانسه، کسایی که اصلا ایرانی نبودن، یا تو همین واشنگتن هم خب برخی از خبرگزاری های امریکایی هم نشون دادن آدم هایی آورده بودن هوملس، به اصطلاح بی خانمان بودن، حتی به گفتی آقای سربی برخی هاشون دندون هم نداشتن تو دهنشون، آدم هایی که چیزی برای باختن نداشتن، سرجشتی آواره میرفتن از کلیساها زن میکردن، میابردن یه پولی هم به اینا میدادن و یا به کلیسا تقدیم میکردن. و من بسیار متاسفم برای مسئولین سازمان مجاهدین خلق که برای رسیدن به قدرت تن به هر ذلت و خاری میدن. اتفاقا یکی از کسانی که ادعا میکنه حمایت کننده بزرگ شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلقه، تو همین نزدیکی ها تقریبا 2 مایل فاصله داره از محلی که من در آتلانتا هستم، چند روز پیش ایشون رو من دیدم و به خاطر همین برنامه های تلویزیونی منو عامل جمهوری اسلامی خطاب کرد تو. ولی جالب اینه که همین آدمی که ادعا میکرد سازمان مجاهدین خلق ساپورت میکنه تو صف ویلفر بود، تو اینجا میگم فود استمپ، اینجا دو سازمان های دولتی یه نهادی دارن، اینو به بینندگانی عرض میکنم که احتمالاً با لغت فود استمپ آشنا نیستن و در امریکا زندگی نمی کنن. دولت به کسانی که بضاعت مالی رو ندارن یا زیر خط فقر هستن کارت های غذایی رو میده، یا در برخی استیت ها هم مدیکیت میده که بتونن مصارف پزشکی و دارویشون رو تامین کنن. دیدم تو صفحه ویلفر و اونجا همونجا گفتم که شما چگونه خودتون وقتی که از دولت امریکا کارت غذایی دریافت میکنید، کارت رایگان، به سازمان مجاهدین خلق کمک میکنید. این هم اون موردیه که من خودم دیدم. و مهمترین مسئلهی که در گزارش NBC بهش اشاره شده، همکاری این سازمان با گروه القاعده، گروه بن لادن. بنابر گزارش خبرگزاری NBC، این سازمان مجاهدین خلق با رمزی یوسف، یکی از عوامل طراحان بمبگذاری بورس‌های تجارت جهانی، ارتباط داشته و بمبی رو از اونا خریداری کرده و انفجار مشهد، مرقد امام رضا، خب در حدود 6-7 سال پیش اگه یادتون باشه در مشهد بمبگذاری شد و رژیم ادعا کرد چه کار سازمان مجاهدین خلق، مجاهدین اون زمان هم تکذیب کردن. خب حتی برخی از مخالفین رژیم، منتقدین جمهوری اسلامی، از جمله حمادالدین باقی، اکبر جنجی و برخی از روزنامه‌نگاران تبعیدی،
انگشت اتهام رو به سوی باند سعید امامی بردن که این انفجار مشهد کار ایناست و الان خوشبختانه یه منبع غیر ایرانی و غیر حکومتی اعلام کرده که سازمان مجاهدین خلق این بمبگذاری رو انجام داده در مشهد و بمبش هم از آقای رمزی یوسف یکی از طراحان بمبگذاری بورس‌های تجارت جهانی دریافت کرده. همه اینها از افتخارات سازمان پر افتخار مجاهدین خلق. من یادم یه مورد فرصتی پیش اومد تا من با اعضا و هواداران این سازمان در واشنگتن دیداری داشته باشم از نزدیک، با برخی از هواداران و اعضای این سازمان آشنا شدم، صحبت کردم. واقعا من دیدم چه انسان‌های شریف و پاکی در سازمان مجاهدین خلق وجود داره، با خلوص نیت بسیار صادقانه میخوان با جمهوری اسلامی مبارزه کنن، اغلب هم جرایشات مذهبی دارن و هر مسئله هم که اتفاق میفته، چون خودشون سطح سواد آنچنانی هم نداشتن، من این افرادی رو چه دیدم، قادر به تحلیل و تجزیه مسائل نیستن، منتظرن که مسعود رضوی خب یه بیانیه بده، یه خطی بده تا اینها دنبالش رو بگیرن. و من واقعا وقتی این مسائل رو دیدم بسیار بسیار متاثر شدم و خیلی روی من تاثیر گذاشت. وقتی دیدم افرادی که واقعا میخوان با جمهوری اسلامی مبارزه کنم ولی به دام یک جمهوری اسلامی دیگه افتادم و از این گونه این افراد رو مورد سوء استفاده قرار میدن. حتی مسائل بسیاری که وجود داره شما در جریان هستید، خودشون و اعضا در مورد خانم مریم رضوی که در فرانسه دستگیر شده بود آتیش زدن، یا موارد بسیاری دیگه که اینها حاضرن هر کاری رو بنابر گفته مسعود رضوی انجام بدن. و در مسئله اشرف هم ما دیدیم که بی تدبیری و بی کفایتی و لجوازی مسعود رضوی و شورای به اصطلاح ملی مقاومت، اونایی که تو پاریس نشستن، باعث شد که دستور دادن برای اینکه بتونن اون پایگاه اشرف رو در عراق حفظ کنن، به اعضا دستور داده بودن که خودشون رو جلوی تانک ها بندازن تا منبیات مسعود رضوی به اجرا گذاشته بشه و ده ها نفر کشته شدن، زخمی شدن. حتی یکی از اعضای سابق که من گفتگوی هم باهاش داشتم، با آقای بهزاد علی‌شاهی، به من میگفت که پخشش هم کردم اتفاقا تو همین تلویزیون مردم، که از انتقال بیماران به خارج از پایگاه خودداری میکردن برای اینکه بتونن از اینا فیلم برداری کنن، از بیمارانی که دچار خونریزی شدید بودن عکس بگیرن و بدین ترتیب مخابره کنن این فیلم ها و عکس ها را و مظلوم نمایی کنن. موضوع دیگه که میخوام با شما همیهنان در میان بگذارم، ترور ناموفق دیپلمات‌های اسرائیلی که ساعتی پیش خبرگزاری‌ها انتشار دادن خبرش رو، دیپلمات‌های اسرائیلی در هندوستان و گرجستان که بلافاصله اسرائیل انگشت اتهام رو به سوی جمهوری اسلامی نشانه رفته و مدعی شده که جمهوری اسلامی قصد ترور دیپلمات ها را داشته. البته بنابر گزارش بی بی سی فقط دو تن از این کارمندان زخمی شدن و در واقع کسی ترور نشده، ماشینشون به آتیش کشیده شده بود که تلویزیون هندوستان صحنه هایی از آتش سوزی ماشین دیپلمات های اسرائیلی نشون داد. به اعتقاد من، ببینید، هفته پیشم از چند هفته پیش در واقع
سید علی خامنه‌ای بارها در سخنرانی‌های خودش، گفتگوهایی که به اصطلاح مواضعی که اتخاذ کرده به ویژه از تریبون عمومی نماز جمعه، خب اسرائیل رو مستقیم و غیر مستقیم تهدید کرده. و اما در این مسئله که دیپلمات‌های اسرائیلی مورد حمله قرار بگیرن، من تردید دارم که این کار جمهوری اسلامی باشه. من تصور میکنم خود اسرائیلی‌ها، سرویس اطلاعاتی موساد، این ترور رو صحنه‌سازی کرده. البته من نمیخوام جمهوری اسلامی رو بگم پاک و منزه، قطعا جمهوری اسلامی در بسیاری از ترورها نقش داشته، رژیم جنایتکار. اما در این مورد معتقدم که اسرائیلی‌ها بارها از طرح‌های مشابهی استفاده کردن به اصطلاح فالس فلگ. اینا خودشون این مسئله رو فالس فلگ عنوان میکنن، عنوان انگلیسیشه پرچم دروغین. به این نفع و اونن سرویس اطلاعاتی موساد برای اینکه رد پایی از خودش جا نذاره، خودشو در شکل و قالب مامورین امریکایی یا انگلیسی در میاره و حتی در بسیاری از موارد از پاسپورت‌های اروپایی یا انگلیسی استفاده میکنه، که نمونه مشخصش در دبی در مورد قتل و ترور عبدالرحمن مبهو از اعضای برجسته و بسیار معروف حماس در دبی بود، که در بهمن ماه 1388 با در دست داشتن پاسپورت انگلیسی با یک تیم ترور بسیار مجهز 10 نفره رفتم و آقای عبدالرحمن المبهو ترور کردن. و چون حالا اونجا دوربین های مدار بسته بود، بعدها پلیس دبی این اسامی و چهره مامورین موساد رو منتشر کرد و به رسوایی بسیار بزرگی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد بود. و حتی انگلستان به این مسئله اعتراض کرد که چرا مامورین موساد از پاسپورت های جعلی انگلیسی استفاده کردن و با این پاسپورت ها وارد دبی شده بودن. حالا منظورم از گفتن این مورد پرداختن حالا به اون قتل عبدالرحمن مبهو در بهمن ماه 1388 نیست، منظورم رفت میخوام بگم که سرویس اطلاعاتی موساد همچین سابقه ای داره در کارنامش و حتی در مسئله ریجی که باهاش ملاقات کرده بودن، خودشونو به عنوان مامورین CIA عنوان کرده بودن. و در اعترافات آقای ریجی هم که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، آقای ریجی هم باورش این بود که با CIA در ارتباطه. و در مسئله همین ترورهایی که در هندوستان و گرجستان اسرائیل مدعی شده جمهوری اسلامی این کارو کرده، من تصور میکنم این نیست باهاش ملاقات کرده بودن، خودشونو به عنوان مامورین CIA عنوان کرده بودن. واشنگتن نیز میتونه به نوعی اینها، ببینید، جوان زنیه بر مبنای سوابق کار سرویس اطلاعاتی موساد. خوشبختانه در امریکا جوان اسرائیل و اظهار نظر در مورد مسائل سیاسی اجتماعی جرم محسوب نمیشه و سرویس اطلاعاتی امریکا CIA نمیاد مثل جمهوری اسلامی اتهام بزنه زنیه بر مبنای سوابق تشویش اسان عمومی یا نشر اکاذیب که بسیار رایجی در جمهوری اسلامی. بنابراین از این بابت حداقل در امریکا احساس امنیت و آرامش میکنم که کسی رو به صرف اظهار نظر یا جمان زنی در مورد یک مسئله خاص به ویژه اسرائیل به دادگاه نمیکشن، احضاریه نمیکشن و راحتتر میشه در امریکا در مورد این مسائل صحبت کرد. در سال 1997 نیز اسرائیل با استفاده از گذرنامه کانادایی وارد اردن شدن و خالد مشعل از اعضای حماس رو ترور کردن.
عماد مغنی فرمانده حزب الله لبنان هم در سوریه ترور کردن. خب الان مسئله‌ای که پیش میاد اینه که مقامات امریکایی میگویند که ادعا میکنند بنابر گزارش ام بی سی که در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران نقش مستقیمی نداشتند و اینجا فقط مطلع بودن. مسئله که اینجا پیش میاد، سوالی که ممکنه خب به ذهن اشخاصی چون من بیاد اینه که خب اگه ترور بده، چه ترور دولتی از سوی اسرائیل باشه چه ترور دولتی از سوی جمهوری اسلامی، هر دو ترور بده و اگه امریکا ادعای مبارزه با تروریسم داره، چگونه مدعی هست که از انجام یک ترور، از انجام ترور انسانهای بیگناه خبر داشته ولی در واقع با سکوتش به صورت ضمنی غیر مستقیم تروری که اسرائیل قرار بوده انجام بده و دادن اونو تایید کرد؟ خب اگه اسرائیل و امریکا این حق رو برای خودشون قائل هستن، حالا با هر دلیل و منطقی که میتونن در جهت مبارزه با جمهوری اسلامی و خواسته های هسته جمهوری اسلامی دانشمندانی هسته اون کشور رو ترور کنن، خب آیا حق متقابل و جمهوری اسلامی هم داره؟ آیا جمهوری اسلامی هم با همین استدلالی که امریکایی ها و اسرائیلی ها دارن اگه دست به ترور بزنه، بر فرض یکی از دانشمندان اسرائیلی یا اروپایی یا امریکایی و ترور، شما تصور کنید چه غوغایی میشه در مدیاها و رسانه ها، یا آدم یا تو واشنگتن یا آدمی که حواس پرتی هم داشته بنابر همسایه ها دوستان نزدیکش آقای عرب سیر در تگزاس دستگیر کردن و گفتن که این آدم قصد داشته سفیر عربستان سعودی رو ترور کنه و خود رئیس جمهور امریکا اوباما تمامگرد وارد این داستان شد. هنوز چیزی نشده بود، حالا چه حرف و حدیثی بود، بعدم اصلا پیگیر نشدم، معلوم نشد که چگونه مسئله آقای عرب سیر شد. اما شما ببینید این استانداردهای دوگانه غیر قابل توجیهه. اسرائیل میاد دانشمندان ایرانی رو ترور میکنه، امریکا هم اینجا مطلع و جمهوری اسلامی بی تدبیر، بی کفایت، بی قدرت، عاجز از هر گونه واکنش هم هست، فقط ببخشید هارت و پورت میکنه، رزازخونی میکنه، ما نمیدونم دنیا رو به برای امریکا یا جهنم میسازیم، تنگی هرمز رو میبندیم، موشش های شهاب 3 و موشش های شهاب 5 مون آماده است، فناوری پیشرفته ای داریم، به خودشفایی رسیدیم. ولی در عمل، یعنی در با این کار در واقع، این خبری که اعلام کردن در واقع میخوان واکنش جمهوری اسلامی رو بسنجن. جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نتونست انجام بده به جز اینکه سفیر جمهوری آذربایجان، سفیر جمهوری آذربایجان در تهران رو فراخونده، بعدم که سفیر سوئیس که حافظ منافع امریکا در تهران، دو تا فراخوان انجام داده، فراخوان دیپلماتیک. و من تصور میکنم اگه جمهوری اسلامی از این زور و اقتدار و قدرتش در جهت سرکوب مردم خودش استفاده نمیکرد، به مردم، به جوانان این میدان رو میداد که بتونن ارز اندام کنن، بتونن یه کشور رو آباد کنن، آزادی های سیاسی میداد، آزادی های فردی میداد، آزادی های اجتماعی میداد و یک رژیم دموکراتیکی بود، اچنون ما شاهد این نبودیم که امریکا، اسرائیل یا هر کشور دیگه‌ای بیاد
ترور کنه و به صورت رسمی هم با افتخار اعلام کنه که دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی رو ترور کردیم. البته قبلا نیز طرح‌های سرویس اطلاعاتی امریکا CIA داشت، علنا اعلام کرده بودند که در جهت ترغیب دانشمندان هسته‌ای ایران به خروج از کشور، خب یه مبلغی و یه بودجه رو اختصاص داده بودن، ولی به صورت آشکار هیچ وقت صحبتی از ترور اینها نشده بود. فقط اسرائیل آشکارا و علنا اعلام کرده بود که یکی از کارهایی که ممکنه منجر به این بشه که در مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی وقفه پیش آید، مسئله ترور دانشمندان هست. من تو مطبوعات فارسی زبان خارج از کشور نیز متاسفانه ندیدم مطلبی که در محکومیت این ترورها انتشار داده بشه. فقط در برنامه‌ای که دیشب آقای بهمن احمدیان با آقای سربی و سرهنگ عقیلی پور داشتن، دیدم به این مطلب به زیبایی اشاره کردن و با وجود این که خب هر دو این عزیزان در امریکا زندگی میکنن، محکوم کردن این ترورها را. من تصور میکنم وظیفه هر انسان آزادی خواه و روشن فکریه که این ترورها را محکوم کنه، و به صرف این که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم نمیتونیم هر اقدامی که غربی‌ها و امریکایی‌ها انجام بدن با این اوصاف که بله این حقشه، جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، اینها رو به نحوی توجیه کنیم. این بسیار غلط و اشتباهه. اما موضوع بعدی که یادداشت کردم که بهش اشاره کنم، نشست استکهلم. عده‌ای حدود 54 نفر به دعوت بنیاد اولاف پالمه گرد هم آمدن در استکهلم پشت درهای بسته، اجازه ندادن به مدیاها، به رسانه‌ها، حتی کسانی که خبرنگارانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند یا به اصطلاح خبرنگاران اپوزیسیون نیز هیچ نوع گزارشی در این مورد بیرون ندادن. شرکت کنندگان که نام آقای نوریزاده، محسن مقبل‌باف، محسن سازگارا هم درونشون هست، آقای شهریار آهی و دیگران که چهره به اصطلاح نام زیاد خوشنامی نیستند و مخصوصا بعد از جریان متی سردار گلابی، خب این آقایون دیگر من تصور میکنم باید این نوع کنفرانس گذاشتنها رو میذاشتن کنار، مخصوصا کنفرانسی که در پاریس گذاشته بودن با متی یا پیشتر از اون در لندن. من تصور میکنم این کنفرانس نیز ادامه همون کنفرانس هایی که به ابتکار آقای محسن سازگارا و علیرضا نوریزاده اجرا میشه، و بنابر اخبار غیر رسمی که به من رسیده، من همین امروز صبح قبل از شروع برنامه نیز با دکتر حسین لاجوردی گفتگوی داشتم در این مورد که وقت نشد که برای تلویزیون بفرستم. احتمالا بعد از برنامه من این ویدیو رو میفرستم که در بازپخش بعد از برنامه من گفتگوی من با آقای حسین لاجوردی نیز پخش بشه. ایشون نیز معتقد بودن که این لیست هایی که مهمان هایی که دعوت شده توسط علیرضا نوریزاده و محسن سازگارا این لیست تهیه شده و قطعا سرویس های اطلاعاتی، حداقل چند سرویس اطلاعاتی پشت این قضیه هستند و
مسئله ای هم که اونجا مطرح بوده اساسا مسئله آلترناتیو سازی نبوده و اونطور که من مطلع شدم اون بنیاد کارش آموزش نحوی انتخابات آزاده و مطلبی هم که آقای احمد باطبی در وبسایتش منتشر کرده بود، آقای احمد باطبی نیز یکی از شرکت کنندگان بود. من نمیدونم آقای احمد باطبی چگونه فعال سیاسیه که اونجا میرم بدون اینکه خودش هم خبرنگار هست، تو صدای امریکا هست، بدون اینکه کوچکترین عکسی یا ویدیویی از اون جلسه بیرون بیاد. خب این نشون میده تا چه حد این کنفرانس رو امنیتی کردن. آقای احمد باطبی روی وبسایتش نوشته بود که در این کنفرانس آموزش داده شد که چگونه بتونیم در جمهوری اسلامی انتخابات دموکراتیک تری داشته باشیم. اینم مخالف جمهوری اسلامی، مخالفی که ادعا میکنه تحت شکنجه قرار گرفته، تو زندان بوده، الان همین مخالف در واقع در راستای حفظ نظام جمهوری اسلامی داره اظهار نظر میکنه، در کنفرانسی شرکت میکنه که اصلا هدفش من معتقدم اصلا حفظ تمامیت این رژیم با مقداری تغییرات یا به قول خودشون با مقداری اصلاحات. و اینکه این کنفرانس هیچ شفافیتی نداشته، در اذهان عمومی سوالات بسیار زیادی رو ایجاد کرده. من نگاه کردم به برخی صحبت‌های آقای علیرضا نوری‌زاده در سایتش، گفتم شاید ایشون مطالبی رو در مورد کنفرانس مطرح کنه که کمک کنه به این که روشنگری بشه. الو بفرمایید. الو درود بر شما، بفرمایید. من مجید آذری هستم، دیدم شما برنامه داشتین، گفتم بیام سر خدمت. درود بر شما آقای آذری گرامی. من یه خبری داشتم، یعنی یکی از دوستان زنگ زد بود ایران با یه خانمی صحبت میکرد، گفت جریان اینجا چیه، گفت یه خورده خفقان حرفا، گفت چطوری شده مثلا یه خورده، گفت بابا اصلا اومدن ما تو خیابون با این وضع گرانی و بدبختی و فقر و ستمی که هست، مثلا به این آقای جلالی میگم که میاد پشت تلویزیون میگه که ایران خیلی عالیه، این طرف داره جمهوری اسلامی میگم ایران عالی و نمیدونم وضع خوب و اقتصاد عالیه، رو به سخن من به ایناست که میگم وضع بسیار بد و خطرناک و اصلا افتضاح، قضا گیر نمیاد، پول نیست و فلان حرفا. بعد گفتم چرا نمیان مردم بیرون؟ بابا ما حاضریم بیان بیرون. خانم میگفت ما زنها حاضریم حتی بیان بیرون. گفت از ترس دیگه نمیتونیم، به خاطر اینکه اینا ما گفت حاضری مثلا یک سال میریم زندان، خب برای تظاهرات اومدن خیابون یه شعار، یه سال دو سال حاضریم بریم زندان و برگردیم بیایم، ولی اینطوری نیست. گفت اصلا تجاوز میکنن، مثلا 10 تا پاسدار آخون یا 10 تا 20 تا میریزن به یک زن از مثلا جلو عقب تجاوز، حتی به پسر هم تجاوز میکنن، ولی که ترسوندن دیگه اصلا مردم رو، مثلا با چوب و با آهن مثلا میکنن تو بجنهای زنا. او اصلا این خودم خانم گفت ما زنا حاضرین بیاد کار بکنیم، ولی دیگه الان یه مقدار مثلا ترسوندن، چون واقعا رژیم وحشی شده و داره سرنگون میشه، برای همینه که دست به چنین جنایت هایی بزنه که مثلا مجبورش برای که زن تو خیابون نیاد، به خصوص دو سال قبل زن تو خیابون اومدن، به این شیوه داره استفاده میکنه که مثلا مردم رو بترسونه. ولی من فکر میکنم که بالاخره اگر همه رژیم های دیکتاتوری تا لازم نرفتن، این رژیم هم با این حرکتش با تجاوز به زنان و مردان و اینا غیره نمیتونه. این یه خبری بود. برای یه گزارش که شما داده بودین که سازمان مجاهدین، ببینید سازمان مجاهدین از بعد به تحصیل شده یک سازمان تقریبا تروریستی بوده، از همون زمان اول تربتش مستشارهای آمریکایی ترور میکرده، الان اومده به اصطلاح شده دستیار دولت آمریکا توی کوریدورهای سازمان سیاه و کنگره و نمیدونم وایت هاوس و غیره میگرده که نوکری بکنه و بره ترور بکنه مخالفین آمریکا رو، و هیچ واهمی هم از این نداره. نه اون موقعی که آمریکایی رو ترور میکرد میگو کار من خیلی درسته، جوابگوی مردم نبود، جواب شما دارید چرا ترور میکنی،
نه الان که برعکسش داره مثلا به اصطلاح جمهوری اسلامی و اینا رو ترور میکنه با پول اسرائیل و به خودتون که همجور گفته فکر کنم NBC بود چند روز قبل گفتش که سازمان مجاهدین با پول اسرائیل و با کمک اسرائیل در داخل ایران ترور کرده. آقای آذری من الان متوجه میشم که این همه که اینها پول خرج میکردن و تلاش میکردن که لابی کنن و اسم سازمان مجاهدین خلق از لیست گروه‌های تروریستی در بیاد، امریکایی‌ها به خاطر اینکه کشف کرده بودن ارتباط این سازمان رو با گروه القاعده و اون بمبی که از آقای رمزی یوسف یکی از طراحان بمب‌گذاری بورسای تجارت جهانی دریافت کردن و اون انفجار مشهد هم انجام داده بودن، به همین خاطر تصور میکنم که موافقت نکردن که این سازمان پر افتخار اسمش از لیست گروه های تروریستی در بیاد. بعد اینا میگن ما پولو میگیم این پولا رو شما از کجا میاریم؟ میگن مدون هواداران، میگن هواداران مجاهدین تا اونجا که من میدونم آیی در بساط ندارن که اکثرا اصلا کار نکردن بیچاره تو ایران بده. اینا این پولا بعد من دیدم که توی CNN اینا تبلیغ میکنن، توی شبکه بین المللی سینجن شما اونجا میدونه که مثلا من فکر کنم تو سوپربال هم اینا دیدم دارن تبلیغ میکنن. اونجا من چون سوپربال دیوانه میکنم یک لحظه نگاه کردم، سوپربال از درزن تقریقه 1 میلیون تا 2 میلیون چون هم بیشتر هم تو از دکی 2 میلیون بالاتره، تقریقه 1-2 میلیون فقط پول. اصلا شما چرا یه سازمان مخالف جمهوری اسلامی اصلا چرا باید بیاد تو سوپربال یا اصلا تو CNN این همه پول هنگفت میلیون دلاری بده تبلیغ کنه برای یه سازمان، برای فرقه مجاهد بس آقا یازری؟ این پول ها، این پول خونه، این پولاییه که ابریشمچی و رجوی از موساد میگیرن در قبال ترور دانشمندان هسته ایران و به این گونه صرف آجری و تبلیغات میشه. بله اصلا خود اسرائیل، دولت اسرائیل اصلا مبنای اصلا دولت اسرائیل با ترور بوده. خود مناخان بگن و نمیدونم شاران و اینا همه تروریست بودن که کلیدیان ترور رو میکردن اینا رو. آقای آذری کار دستمون ندید تو امریکا هم سیاه احساب بود. آقای آذری میگید اسرائیل اون بنیانگذار تروریست و اینا بوده، حالا یه کاری هم دست خودتون میدید هم دست ما، از اینجا هم باید بریم به کشور دیگه پناهنده بشیم. من نمیدونم، ممکنه اینجا هر اتفاقی محتمله، اینطور که اسرائیل رو چسبیدن ترورم میکنه صداش در نمیاد. آقای آذری من دیگه خسته شدم از این همه دربه دری از ترکیه امریکا. من دیگه خود ترسیدم چون اینجا هم ممکنه وقت بیان دنبال آدم. والا اینجا هم دیگه آخه ما فکر کردیم دیگه آفریقا دیگه کشور آزادی میشه، هر حسید از ایران فرا کردیم گفتیم خواهدن های کشور آزاد، ولی حالا دیدیم که اینجا هم مثل اینکه بنیانگذاریش تروریسته. بعد از سازمان مجاهدین که به قول خودشون تروریسته دارن حمایت میکنن. شما اصلا تو کنگره آمریکا حق نداری بری، ولی اعضای سازمان مجاهدین قشن خیلی راحت میرن تو کنگره آمریکا با سناتورها حرف میزنن، دست میدن بهشون. اینا خودشون آمریکا گفتن اینا تروریستن، ولی تروریستای خوبی هستن. اینا تروریستای محبوب جمهوری، میگم تروریستای محبوب امریکا هستن دیگه. بعد آمریکا اینا میتونن قشنگ برن تو کنگره، تو کاخ سفید میتونن برن تو سازمان سیا، چون میتونن. بعد این کارا هم که دارن. یه لحظه آقای آذری، یه لحظه پشت خط باشید، من یکی رو بیارم. بفرمایید قربان. الو آقای آذری، دوباره اگه خواستید تماس بگیرید، هم میهن پشت خط بودن که ایشون هم صحبت نکردن، هم میهن ها میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 404-453-6461 تماس بگیرید، از اعضای سازمان پر افتخار مجاهدین خلقم اگه حرف و حدیثی دارن میتونن بیان صحبت کنن، منطقی دارن بیاید صحبت کنید. ولی خواهشن بینید به شماها یه چیزی یاد دادن، هر کس از شما انتقاد کنه، من زندگیم و پای مبارزاتم با جمهوری اسلامی گذاشتم، در به در شدم، زندانیشو چشیدم، چکنزشو دیدم،
اما من حاضر نیستم با یه جمهوری اسلامی دیگه ای سازش کنم. اگه صحبتی دارید منطقی بیارید مطرح کنید، وگرنه هر منتقدتون رو فوری آرم بچسبونید که این آقا عامل رژیم جمهوری اسلامی. من اتفاقا پریروز داشتم تو اینترنت سرچ میکردم که این عاملین جمهوری اسلامی کیا هستن، یه لیستی در بیارم، دیدم 95% کسانی که میگن اینا عامل جمهوری اسلامی هستن از اعضای سابق سازمان، همین سازمان پر افتخار مجاهدین خلق. یعنی شما سازمانی بودید که فقط جاسوس پرورش دادید، بنابر گفته خودتون فقط عامل رژیم تربیت دادید، دادید بیرون. هر کس با شما مخالفت کرد فوری گفتید این وصل شد به وزارت اطلاعات، این وصل شده به نمیدونم جمهوری اسلامی، جیرخار رژیم. اینا دیگه کارایی نداره. من روی سخنم با این اعضای شورای اگه وجود داشته باشه، همین ابریشمچی و نمیدونم رجوی و اینا هستن، وگرنه شورایی وجود نداره. الو خواهش میکنم، خواهش میکنم. من گفتم خط و نجه دارید که شما خوب قد کرده بودید. بله من فکر کردم شما میگه واسه خط گفتید. خواهش میکنم. یادم نمیخواد. البته همونطور که شما فرمودین سازمان مجاهدین خودش یک جمهوری اسلامیه. یعنی یک حداقل جمهوری اسلامی قبل از تولدش کسی رو ترور نکرد اون خمینی و اینا. ببین چه بلایی به سر مردم دارن میارن. اینا که همین الان تو خارج کشور و تو جای دیگه دارن کارهای تروریستی میکنن، هنوز به قدرت نرسیدن، جاسوس کشورهای دیگه هستن، دست به ترور میزنن و عملا هم نمیان بگن خب ما داریم ترور میکنیم، چون دیگه NBC و اینا که دیگه دروغ نمیگن که درست. چه دلیل داره بگن مجاهدین چرا نگفتن کسی دیگه؟ درسته درسته، کاملا درسته. قبلا کردی انقدر کردی که اسمت بدنامه که میدی این حداقل اینه که به شما میچسته این حرف. درسته ما سازمان های سلطنت طلب داریم، سازمان های ارتجایی دیگه داریم، چه به اونا نگفتن؟ خب معلومه که شما کار قدم اینه، اگه بگم به میشه و سلطنتان من میشه اونا کردن اینا. اصلا الان دولت آمریکا یا دولت ارتجایی با پول و با قدرت و به اینا فقط بگه من به شما رو به قدرت میرسونم، اینا حاضرن هر دست به هر کاری بذارن. و این همه کنفرانس هایی که آقای آذرین، این همه کنفرانس ها و نشست هایی هم که میذاشتن، خب الان معلوم شده دیگه الان که صدام حسین وجود نداره، الان من به ضرس قاطی میتونم ادعا کنم که این سازمان همه هزینه هاشو از سرویس اطلاعاتی موساد میگیره، وگرنه صدها هزار نفر رو چگونه میاره اینا رو تو پاریس و واشنگتن ایوزهابشون هتلشون همه این هزینه ها؟ خب بدون تردید موساد این پولا رو در اختیار این سازمان قرار میده. و آقای آذری اینو هوادارانش هم اکثرا آدمای، ببخشید من چیز نیستم، آدمایی هستم که بی تجربه، فاقد تجربه سیاسی هستن، از میخوام بی سواد، نه قصد توهینم نداشتم و ندارم، کم سواد هستن و آدمای دوجمی هستن، آدمایی هستن که خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن، وگرنه یه آدم عاقل و بالغ و تحصیل کرده میاد اصلا جذب اینا بشه و عضو اینا بشه. اون تحصیل کرده هاشون هم که کلاهبردارن، رجوی و ابریشمچی و اینا که یه خورده به تحصیلاتی دارن، این تحصیلات خودشون رو به این نوع به نوعی کلاهبرداری استفاده میکنن. یک فرقه بابا مجاهد زمانی که تو عراق بودن رجوی به هواداراش میگفت همه باید طلاق بگیریم، یک شب همه طلاق میدادن. آقای آذری شما صحبت کنید. این که چه سازمان سیاسی است که یه آدم اون بالا میگه طلاق بدین طلاق میدن، بعد همه میگه ازدواج کن، بعد چند تا رجوی انتخاب میکنه باشه ازدواج. آقای آذری این که خطرناک هستن، این اصلا اینا دوست ندارن کسی سواد داشته باشه، کسی علم و یاد بگیره، اینا میخوان یه نوکر صفت و یه انسانایی رو تربیت بکنن که اگه امروز بهشون بگن از صدام، اینا توی عراق از صدام پول میگرفتن، با سازمان جاسوسی صدام از اینا حمایت میکرد، یه زمانی که طرفدار خمینی بودن، بعد اومدن اونجا طرفدار صدام شدن، الان هم حالا صدام از بین رفته، آمریکا صدام از بین برده، حالا اومدن دارن از دولت آمریکا و دولت اسرائیل پول میگیرن برای مقاصد
یک جمهوری اسلامی ایران رو دوباره اونجا برپا کنن. آقای آذری، اگر من فکر نمی‌کنم هیچ جور به قدرت برسم و اگر بخوام به قدرت برسم، جز یک جمهوری اسلامی جدید راهی دیگه نداره که اینا پیاده بکنن. درسته. از این بدتر از این جمهوری اسلامی که الان هست. دقیقاً دقیقاً. آقای آذری، نظر شما رو من میخوام. کنفرانس هم که گفتین، بله کنفرانس و محسن سازگارا و علی افشاری و نمیدونم سلطنت و حزب‌الله سابق و شکنجه‌گرای سابق با هم دیگه یکی شدن که برای مردم ایران دموکراسی پیاده کنن. جدا جای آدم خجالت میکشه که اینا، این آدم های شکنجگر سابق، اینا جمهوری اسلامی های سابق، اینا امروز اومدن تو استخور بونم پشت درهای بسته توی خارج کشور. یعنی انقدر هم جرعت ندارم یه رو جدا من شما بگم همون میخوام اینجا. خب همون روز اول مردم میگن آقای شکنجگر سابق، آقای سرپاسدار سابق، تو چجوری میخوای دموکراسی رو ببری؟ آقای آذری ببینید، اون پشت من شما هزاران میلیون نفر به شما نه فقط چی گفتم، اونجا هم بازم اینا دارن همین الان هم که هنوز نه به دارن نه به بارن دارن برای مردم بدبختی و بیچاره. آقای آذری ببینید، من معتقدم مشکلی که ما در جامعه ایرانی داریم اینه که ثروتمندای اونایی که بیزنس دارن نمیان فعالین سیاسی و ساپورت کنن، حمایت کنن، و این فعالین سیاسی هم فش کنن، برخی هاشون هم با اجرا یا ناگزیر آویزون سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و امریکا میشن و در واقع به دین نه مشروعیت از مبارزه میره زیر سوال. و من حالا وقتی که ایران بودم، آقای آذری، من این سر مقالات کیهان شریعت مداری و اینا رو میخوندم، من تصور میکردم که خب این حسین شریعت مداری آدم دروغگویه که همش میگه که نمیدونم CIA، نمیدونم سرویس های اطلاعاتی خارجی پشت اپوزیسیون هستن. ولی من از وقتی وارد امریکا شدم و این مسائلی که افشا شده، واقعا میبینم که حداقل بخش اندکی از آنچه که علیه اپوزیسیون گفته میشه با کمال تأسف باید عرض کنم که درسته، و برخی از مخالفین جمهوری اسلامی و برخی از گروهاتون سازمان مجاهدین خلق به دریوزگی سیاسی افتاده. ببینید اصلا خود این دموکراسی کاری که اینا دارن میکنن، محسن سازگار و علی افشاری و نمیدونم اون قوم پرستای نمیدونم جدایی طلب و با سازمان مجاهدین و غیره، اینا در حقیقت این نوع اپوزیسیون اصلا از جنس خود جمهوری اسلامیه. سازگارا کیه؟ جمهوری اسلامی دیگه، بنیانگذار سپاه پاسداران. آخه شما از یک بنیانگذار پاسدار سرپاسدار شما چه انتظاری دارید؟ اینا از جنس خود، برای همین حسین شریعت مدادی وقتی میگه اینا پول میگیرن درست میگه. از این طرف اینا در باره شریعت مداری میگن شریعت مداری خفقان و آدم کشه، خب اونا اینا دارن درست بکن، یعنی هم دیگر دارن افشا میکنن. درسته. همه اپوزیسیون اینطوری نیستن، اپوزیسیون خوب هم تو آمریکا داریم، تو خارج کشور داریم، داخل کشور هم داریم، همه را. ولی ما باید سره را از مسئله تشکیل بدیم. بابا کسی که شکنجهگر بوده که نمیتونه بیاد امروز بشه سرپاسا، کسی که قبلا توی نمیدونم وحدت دانشجو فلان جا بوده، پاسدار بوده، نمیدونم حزب اللهی دانشگاه بوده، که نمیتونه امروز دموکراسی خواه بشه. ادعا دارم اول که بیام بگم مردم ما اشتباه کردیم، ما غلط کردیم، ما با جمهوری اسلامی همکاری کردیم، ما آدم کشتیم، ما آدم لو دادیم تو دانشگاه، امروز اومدن خودشون رو با سرویس های اطلاعاتی خارج کشور با CIA و غیره و با وایس اف امریکا و غیره یکی کردن، اومدن میگن که ما رهبریم، ما میخواستیم دموکراسی ببینیم داخل ایران. بابا اول بیاین قتلایی که کردیم نشون بده، ما چند تا ما که نمیگیم شما چند تا قتل کردیم، ولی میگیم که کردیم هزاران، بگیم دقیقا کجا قتل کردیم، چجوری قتل کردیم، کیا رو کشتیم، کیا همدستتون بوده، چه کسایی تو دانشگاه لو دادیم که شما رئیس اون کجا بود حوزه و با دانشگاه بودیم، رئیس دفتر تحکیم بودیم، رئیس دفتر تحکیم یعنی چه، این حزب اللهی دانشگاه دیگه. یعنی اگه شما حرف میزدی کمونیست بودی، بی خدا بودی، ضد خمینی بودی، شما رو لو میدادن. شما یه لطف کن بگو چه کسایی رو لو دادی، چه کسایی رو بدبخت بیچاره کردی، چه کسایی رو منجر به اعدام شدی. خب بعدا ما تازه میگم خب باش
آقای آذری خیلی ممنونم، وقت من داره تموم میشه. آقای آذری آقای آذری خیلی ممنونم، وقت منم رو به اتمام. بسیار تشکر میکنم از اینکه در این برنامه شرکت کردید. خواهش میکنم. خب همیهنان عزیز، من دو روز پیش گفتگویی داشتم با آقای امیرعباس فخرآور که اخیراً سفری به اسرائیل داشت. این گفتگو چون منحصراً در تلویزیون برای تلویزیون آپادانا تهیه گردید، بنابراین در تلویزیون مردم به نمایش نذاشتم، ولی میتونید با مراجعه به سایت مردمریپورت.net یا سایت خودم azizonpress.com ببینید. مصاحبه به زبان 45 دقیقه از این مصاحبه به زبان انگلیسیه و آقای ریچارد سیلورستن روزنامه نگار تفکرهای امریکایی در این گفتگو شرکت داشته، یعنی در واقع به صورت یه میزگرد بوده و آقای ریچارد سیلورستن آقای امیرعباس فخرآور رو متهم کرده بود که خبرچین خورده پای وزارت اطلاعات بوده و در این مورد خب بحثی شد. بسیار گفتگوی بسیار بسیار جالبیه. دوستانی که ندیدن توصیه میکنم حتما برید سایت azizonpress.com الان تو سایت مشاهده کنید و یک رو از این گفتگو نیز به زبان فارسیه و من خوشحالم که آقای امیرعباس فخرآور میاد و با خبرنگارانی که منتقد خودش هستن گفتگو میکنه و این یک نقطه بسیار مثبته. در پایان از آقای سروی عزیز کمال تشکر و سپاسگزاری رو دارم و از همه هممیهنان عزیز و گرامی که به برنامه های من توجه دارن خیلی تشکر میکنم. پس تا دوشنبه بعد ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق امریکایی چه بعد از ظهر به وقت کالیفرنیای شمالی همه شما عزیزان را به خدای ایران می‌سپارم.